شمارش معکوس برای انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا شروع شده. زمان برگزاری این انتخابات در آلمان یک شنبه 9 ژوئن و بر با 20 خرداد. دست کم 48 ساعت دیگه. احزاب گوناگون، چون هایی که در پارلمان آلمان حضور دارند و چه احزاب کوچکتر میتونن بخت خود رو برای راهیابی به مجلس اروپا امتحان کنن. اما این انتخابات تا چه اندازه برای ایرانیان آینده مناسبات اروپا و جمهوری اسلامی و احتمالاً تعیین رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی اهمیت داره؟ ما میدونیم که اتحادیه اروپا در 5 سال اخیر اونجور که باید و اونجور که مردم خارج از کشور زحمت کشیدن عملی انجام نداده. ما باید با پارلمان جدید که بعد از این رأی‌گیری به وجود میاد بازم بحث داشته باشیم، بازم سخنرانی های بسیاری داشته باشیم برای که اطلاع رسانی کنیم و بهشون بگیم که هیچ گونه همکاری با جمهوری اسلامی ایران نباید بکنن، به خصوص که برجام رو نباید دوباره روی میز بذارن و بخوان با جمهوری اسلامی ایران در مورد برجام و همکاری با جمهوری اسلامی داشته باشن. هر گروهی یا حزبی که موفق بشه در این رأی‌گیری اتحادیه اروپا باید اطلاع رسانی بشه، باید به این همکارانی که در پارلمان اروپا قرار میگیرن باشون در صحبت باشیم و بهشون بگیم که مردم خارج و به خصوص جوانانی که در ایران هستن هیچ گونه همکاری رو با جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا نمیخوان و این چیزیست که به این دلیل ما واقعا از همه عزیزان خواهشمندیم که به این رأی‌گیری برن و صدای خودشونو به پای صندوق‌های رأی ببرن. به تازگی شاهزاده رضا پهلوی با نزدیک شدن به 10th دوره انتخابات پارلمان اروپا از تمام ایرانیانی که میتونند رأی بدن خواست به نامزدهایی رأی دهند که به فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی معتقد باشند. سارا دمامندان، صدای آمریکا، هانوفر.